مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در ارتباط با ما همراه شده. مریم، واکنش ها به این سفر چه بوده؟ اصلا چه میدونیم در مورد این جلسه؟ الا سفر انسی خزری به نیویورک واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته، مخصوصاً واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی. ایرانیان در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا انتقاد می‌کنن به سفر خزری به نیویورک و حضورش در سازمان ملل و اینکه چرا وزارت خارجه آمریکا برای مقامات جمهوری اسلامی روادید صادر کرده. ایرانیان همواره با سفرهای مقامات جمهوری اسلامی و این رویکرد سازمان ملل و آمریکا انتقاد میکنن، اما بر اساس قوانین سازمان ملل کشورهای عضو سازمان در صورت دعوت باید براشون روادید صادر بشه از سوی کشور میزبان. اما موضوع سفر انسی خزری به سازمان ملل قابل توجه هستش. ساعتی قبل 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل آغاز شد و تا هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد، نشستی که بر تسریع دستیابی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران با رسیدگی به فقر، تقویت نهادها و تأمین مالی با دیدگاه جنسیتی متمرکز هستش. انسی خزری گفته که در این نشست او خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن خواهد شد و به شرایط زنان فلسطینی در غزه خواهد پرداخت. خنده داره که در این سفر انسی خزری قراره که نقش ناجی زنان فلسطینی رو بازی کنه، در حالی که زنان در ایران روزانه مورد انواع خشونت ها، سرکوب و قتل واقع میشن از سوی حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که خانم خزعلی عضوش هستش و همواره در قوانین ضد زنی که تصویب میشه نقش داشته. با اینکه کمیسیون مقام زن جمهوری اسلامی رو در سال 2022 اخراج کرد، باز هم کشورهایی که اخراج میشن اجازه سخنرانی رو دارن و به همین دلیل هستش که خانم خزعلی انتظار میره که امروز سخنرانی بکنه. همچنین موضوع دیگری که گفته شده خانم خزعلی در نیویورک و در مقر سازمان ملل بهش خواهد پرداخت، گفته که قرار گزارشی درباره وضعیت زنان ایران ارائه بده. در این باره هم باید بگم که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره از پلتفرم‌های مختلف سازمان ملل استفاده کردن تا پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی بازگو بکنن، اما همین هفته گذشته بود که الناز کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی گفت که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته موارد جدی نقض حقوق بشر انجام داده و مرتکب جنایات علیه بشریت شده. متشکرم از توضیحاتت مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما.